دیگه در خانه هست کلیسای مادر آلفا اومگای هامبورگ واقعا تغذیه شدیم تو این سالها خدا برکت بده شبانان رو پاستور آلبرت عزیز که شیش نسین عزیز یه دست مرتب برای این شب و روز دارن زحمت میکشن خواهر خواهر عزیزمون از مشکلات صحبت کرد میخوام یه چیزی بگم بعضی موقع ها شما دعا میکنید که این مشکلات تمام بشه امروز خدا میخواد یه کاری بکنه که دیگه دعا نکنید این مشکلات تمام بشه بلکه در این مشکلات شما خدا رو بیشتر بشناسید برعکس میخوایم این امروز میخوایم برعکس دعا بکنیم چون هی مرتب دعا میکنیم که خداوند این ترس ها برداشته بشه خداوند این مشکلات برداشته بشه و این ناامیدی پس فردا چی میشه؟ نه بیشتر ما تو این حالت هستیم ایماندارا رو انگاری که شیطان یه مش نخوشی کیش میش ریخته جلوشون سرگرمشون کرده کار ما که این نبوده که نجات ما به خاطر این نبوده که ما برای جای دیگه هستیم نه ابرانیان باب 13 آیه چهارده چه چیز خوبی رو داره میگه من اینو صبح دیدم میگه زانرو که در اینجا شهری باقی نداریم بلکه آینده را طالب هستیم ملکوت خداوند آمین ما اینجا کاری نداریم ما برای اینجا داریم آماده میشیم برای زندگی ابدی با خداوندمون عیسی مسیح این زیبا نیست اما مسئله اینجاست که برای آنانی که خدا رو دوست دارن و به اراده او فراخوانده شدن همه چیزها با یکدیگر به جهت خیریت آنهاست ما اینو میدونیم و هی مرتب آمین میگیم ولی هی دستمون رو بالا میکنیم خدا پس این مشکل من کی حل میشه این مشکل جزی از پروسه راه ملکوته کاش که به اینجا برسیم که دعا کنیم خدا بند نمیخوام حل شه میخوام بفهمم چطوری باید یاد بگیرم تو رو در این مشکل بیشتر بشناسم لغا باب یازر یادتونه در اونجا شاگردا به خداوند میگن که دعا کردن رو به ما بیاموز نه؟ و این دعایی که عیسی مسیح به اونها یاد میده برای من اینطوری باز شده که این شاگرد ها یهودی هستند معلمان یهودی دعا رو می نوشتن می دادن، به همه می خوندن دعای رفع بلا گرباز شدن دخترهای دم وقت میخوان ازدواج کنن این دعا رو بخونن و امثال اینا دعا کردن رو بلد بودن می چیه اما چه چیزی میشه که شاگردها به عیسی مسیح میگن دعا کردن رو به ما بیاموز شاگردها دیده بودن که عیسی وقتی دعا میکنه یه چیز دیگه ای فراتر از فهم و درک بشر داره دعا میکنه شاید اون زمانی که شاگردها دارن از عیسی سوال میکنند خداوند دعا کردن رو به ما بیاموز شاید مثل ماها هر کدوم در گرفتاری ها و دردهایی هم هستن درسته بیخود نمیگن یه دعایی به ما بده چون که اگر یادتون باشه ما در قدیم دعاهای زیادی رو داشتیم دعا میخوایم بریم داخل خونه میخوایم ماشین بخریم میخوایم زن بگیریم برای هر چیزی یه دعایی داشتیم تازگی ها این سرطان وارد به صلاح مسیحیت هم شده اگه میخوای این کار رو بکنی از مزامیر این دعا رو بخون اگه میخوای اون کار رو بکنی از مزامیر این دعا رو بخون نه؟ این هم یه مطلب دیگه ایه ایسای مسیح یه دعایی به اونها یاد میده هممون میدونیم دعای ربانی ای پدر ما که در آسمانی نام مقدس تو گرامی باد و یک نکته اصلی داخل این دعا هست من نمیخوام همه دعا رو بگم ای پدر ما که در آسمانی نام مقدس تو گرامی باد ملکوت تو بیاید آرزو چیه؟ شبها روزها برای چه چیز داری دعا میکنی؟ دعا میکنی کدوم مشکلت حل بشه دعا میکنی که از کدوم مانع زندگیت عبور بکنی ایسا هیچ دعای خاصی برای اون مشکل خاص تو نداره ملکوت خدا را به همه اینها به شما داده خواهد شد یادتونه وقتی که میگه که چرا انقدر نگران هستید چه میخورید چه میپوشید چه مینوشید دست میذاره روی اون محوریت انسانیت کهنه همه نگرانن هم. ایماندارهای زیادی هستن این اصلا این موعظه برای ایماندار برای غیر ایماندار نیست من تصویری دارم که واقعا میون پرانتز دارم بر تو این موعظه میگم تصویری دارم که ایماندارهای زیادی مثل چوب خشک روی تاک بودن انگاری یه تیکه میوه پلاسیدن تای این چوب آویزونه میدونی چرا به خاطر اینکه جویای ملکوت خدا نیستیم دنبال این ملکوت نیستیم دنبال ملکوت خودمون و ساختن ملکوت خودمون هستیم به خاطر اینکه انقدر گوشمون از آیات پر شده انقدر موعظه شنیدیم انقدر توی کلاس های مختلف شبانان ما به ما تعلیم دادن که دیگه دنبال این چیزا نیستیم به خاطر همینه که بعضی موقع که میخوایم بیایم تو کلیسا پیش خودمون میگیم که کشیش آلبر کشیش نسین همون حرف های همیشگی رو میزنن دیگه نه؟ وقتی دنبال ملکوت خدا باشی هیچ چیزی برای تو کهنه نخواهد شد نکته اصلی اینه وقتی جویای ملکوت خدا باشی هیچ چیزی برای تو کهنه نمیشه اما ملکوت خدا یعنی چی برادر حسین هی میگی ملکوت خدا ملکوت خدا ملکوت خدا یعنی حاکمیت خدای قادر مطلق چطور میتونی این حاکمیت خدای قادر مطلق رو بر خواسته های نفس خودت قبول بکنی چطور میتونم عقب بشینم از اون چیزهایی که دلم میخواد از اون چیزهایی که منو شاد میکنه نه ما دنبال چیزهایی هستیم که خودمون دلمون میخواد حتی دعا هم میکنیم در راستای اون چیزی دعا میکنیم که دلمون میخواد نمیخوایم بشنویم خدا چی میخواد خدا برای من چی میخواد خدا میخواد تو در ابدیت با او زندگی کنی در حیات او زندگی کنی با او قدم بزنی با او راه بری از او یاد بگیری چطور میتونم از خدا یاد بگیرم وقتی که نمیتونم دردها رو بپذیرم چطور میتونم با خدا راه برم وقتی که فروتن نمیتونم بشم میدونی معنای فروتنی یعنی چی؟ یعنی کسی رو که ضعیف هست از خودت برتر بدونی و به او خدمت بکنی چقدر با نگاه تحقیرآمیز به کوچکان روحانی نگاه میکنی؟ چقدر با نگاه تمسخرآمیز به کسانی که درک روحانیشون یک مقداری کمه نگاه میکنیم چقدر اونها رو ترک میکنیم آیا نقشه خدا این بود؟ نقشه خدا اینه که ما دست در دست هم با یک دلی به سوی ملکوت خدا بریم به سوی زندگی با خداوند بریم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده ما درگیر دور باطل آرزوهای خودمون شدیم نه؟ پاسور آلبرت چند وقت پیش توی سالیم یک موعظه بسیار بسیار عالی کرد مثل همیشه من با ایشون صحبت کردم واقعا در مسیح بودن رو باز کرد که من اون شب واقعا نخوابیدم ساعت دو سه شب بعد از اون موعظه عالی آمدم پایین و روی این قضیه فکر کردم باور بکنید که در مسیح بودن تو رو وارد ملکوت خدا میکنه وارد درک اصلی کار خدا برای نجات تو میکنه من نمیخوام وارد اون بشم اما خیلی از ما در مسیح نیستیم با مسیح هستیم نه من رسیدم به این که در خودم دارم میگم فکر نکنید منم خیلی همچین درست حسابیه نه بعضی موقعا میگم واقعا خداوند و منو ببخش بعضی موقعا داریم ما با مسیح را میریم در مسیح راه نمیریم با مسیح در کنار مسیح هستیم نه؟ ولی برو در همدرد دردهای مسیح بشو تا بفهمی که راه ملکوت از دردها میگذره از های او ما شفا یافتیم از های او ما شفا یافتیم ولی چرا دلت میخوادش که یعنی توجه نمی کنی و هی بر می گردی به آرزوهای خودت و شروع می کنی به دعا کردن خدا یا اینو بردار اونو بردار خادمینی که بخصوص دعا هستن دعا میکنن برای شما شبانان دعا میکنن از این ترس از این ناامیدی از این شکست بیرون میایم یه نفسی میکشیم دو مرتبه میریم داخل یه ترس یه ناامیدی یه شکست دیگه همینطوری داره ادامه پیدا میکنه مگه ما چقدر عمر داریم قرار هستش که شبیه خداوند بشیم نه چون که ما درک نمی کنیم که کار خدا در این ترس و دیگر این دردی که ما میکشیم چه چیزیه منظور خدا رو نمیفهمیم به همین دلیل امروز میخوام باهاتون از این صحبت بکنم که زمانی هست که خدا ما رو میبره داخل یک دردها یک کاری میخواد با ما بکنه تا ما در دو تا ایمان ایمان به خدای مهیا کننده یهوه یایرا آشنا بشیم و بعد از اینکه با ایمان خدا به خدای مهیا کننده آشنا شدیم به خدایی که حیات میده ملاقات کنیم تا بتونیم دردهایی که در طول این زندگی میکشیم و با تمام جان قبول کنیم و بپذیریم این یک پروسه است که ما باید اونو زندگی بکنیم اینطوری نیست که شما الان شنیدید آمین آم گفتید اگر خدا هدایت کرد در آخر جلسه و دعا بشه اینطوری نیست باید وارد این پروسه بشیم از این به بعد شما وقتی که شنیدید راجع به ملکود موعظه میشه بدانید که ملکود نزدیک است شما دیگه راه فراری ندارید خدای مهیا کننده و خدای حیات دهنده چرا باید ما اینو بگیم چرا باید اینو درکش بکنیم به خاطر اینکه مشکل اصلی ما مشکل آب ماست مشکل فردای ماست نگرانی های ماست به همین دلیل در همون قسمت اول میمونیم و نمیتونیم بقیه راه رو در ملکوت طی بکنیم برای رسیدن به ملکوت طی بکنیم نه خیلی وقتا دعا میکنی خدا هم یه راهی رو باز میکنه اما بدون که یه زمانهایی هستش که تو خودت باعث میشی دو مرتبه مثل قوم اسرائیل این دور باطل رو تکرار بکنی نه میریم به اول پادشاهان باب 17 آیه یک من وقتی که این اول پادشاهان باب 17 آیه یک که به حال خیلی موعظه راجع به شنیدیم تا به رو میخوندم رسیدم به این دعایه ایلیا و نهر خشک و ایلیا و بیوزن این دو تا داستان پشت سر هم اومده ایلیا و نهر خشک و ایلیا و بیوزن آیا فکر میکنید روح القدس همینطوری به نویسنده کتاب این دو داستان رو پشت سر هم آورده آیا فکر میکنید که همینطوری رو شانسکی اول داستان ایلیا و نهر خوش اومده و بعد ایلیا و بیوزن اومده همینطوری اومده نخیر شما در داستان ایلیا و نهر خشک آماده میشید با خدایی ملاقات بکنید به خدایی اعتماد بکنید که میتونه نیازهای شما رو در زمان قحطی برآورده بکنه مشکل اکثر ما اینه که در این قسمت میمونیم چون اعتماد نمیتونیم بکنیم که این خدا در زمان قحطی در زمان فصل زمستان روحانی میتونه من رو بلند کنه و نیازهای من رو برآورده کنه ایلیا و نهر خوش داستان این هست که خدای مهیا کننده خودش میخواد به انسانی که مرتب در حال ترسیدنه مرتب در حال نابودیه خودش رو آشکار کنه داستان من نمیخوام واردش بشم چون از یه قسمت هاییش میخوام صحبت بکنم در اون قسمت میگه که ایلیا به فرمان خداوند فرمان میده سه سال و نیم خشکی میاد نه؟ اما ایلیا نماینده یک ایماندار با وفا و وفاداره باید که ما یاد بگیریم در زمانهایی که همه میترسن چطور بیستیم به خدا اعتماد کنیم خداوند او رو میفرسه در زمان قحطی زمانی که هیچ علوفه و آبی نیست به نزدیک نهری مقابل رود اردن به نام کریت یا کریت و اونجا میگه که برو نزد اون نهر و از اون آب بنوش این نهر نهر فصلیه از اون آب بنوش و کلاها به تو غذا خواهند داد ای ایمان داری که امروز در چه کنم های زندگی دیر کردی ای ایمان داری که امروز پشت درهای بسته کردی فکر میکنی همه چی خشکه چطور میشه در این خوشسالی راهی بازشه خداوند از یک نهر فصلی استفاده میکنه تا قوت خودش رو و جلال خودش رو به تو نشون بده و در نهایت قضیه اعتماد تو رو بالا ببره ایمان تو رو بالا ببره آمین ولی چرا نهر کرید؟ چرا در این زمان باید این اتفاق بیفته؟ میدونید چرا؟ چون اون بوت بلی که ایزابل و اخاب دارن پرستش میکنن نماینده باران و بازپروری و پرورش از برکت هست بل بوت بل نماینده باران و برکت هست خداوند در جایی که اخاب داره میره برای گوسفندان برای اسوان علوفه جمع بکنه چه اتفاقی میفته به ایلیا میگه برو از اون آب بنوش و این کلاق به تو غذا خواهد داد خداوند خدای مهیا کننده به طوری به تو غذا و خوراک خواهد داد جایی که در بسته است جایی که هیچ چیزی هیچ نوری وجود نداره یک نهر فصلی وجود داره که میتونه تو رو تقویت کنه قدرت بده و بلند کنه می این اتفاق میفته حالا ایلیا خورده و سیر شده آیا شده تو این سالها که با خداوندمون عیسی مسیح قدم گذاشتیم و خیلی همه ما هم دردهای بسیاری رو طی کردیم ناامیدمون کنه؟ نه؟ هیچ موقع نبوده رد شدیم به سر یک نگاه بکنید ما عبور کردیم و الان اینجا داریم راجع به ملکوت خدا صحبت میکنیم نه؟ خداوند میخواد ملکوت خودش رو ما بشناسیم و زندگی در ملکوت او رو یاد بگیریم اما تا زمانی که اعتماد ما به این خدا زیاد نشه چطور میتونیم به قول مزمور نبد یک زیر سایه حضرت اعلا زندگی کنیم در ملکوت او زندگی کنیم مزمور 91 چیز خوبی میگه میگه آنکه زیر سایه حضرت اعلی آنکه زیر سایه حضرت اعلا زیر چتر قادر مطلق است درباره خداوند میگویم قادر مطلق گفتیم چیه حاکمیت ملکوت حاکمیت خدای قادر مطلقه اگر زیر سایه این بمونیم زیر حاکمیت خدای قادر مطلق موندیم فقط شرطش اینه که اعتماد کنیم و بیستیم چون که زیر سایه قادر مطلق نمیتونیم وایسیم هی hey, میخوایم بریم این ورتر فکر میکنیم هوا این ورتر بهتره اگر جایی هستی که سوزانه اگر جایی هستی که در درد هستی باید بدونی که در زیر سایه قادر مطلق هستی جایی که اگر هزاران نفر به دست راست و چپ تو بیفتن به تو هیچ آسیبی نخواهد رسید این رو خدا انقدر تکرار میکنه تا تو یاد بگیری اما دو گروه ایماندار وجود دارن یه گروه میستن میخوان یاد بگیرن گروه بعدی میرن میگم ولمون کن برای چی وایسی مگه اینجا چی به ما میدن نه ایلیا در اون نهر کرید تغذیه میشه حالا خدای مهیا کننده رو شناخته اون خدایی که او رو ول نکرده فرمان میرسه فرمان میرسه که ایلیا برو به نزد پیرزنی که در صرفه هستش این شهری که اینجا هست کلام خدا رو با دقت بخونید این شهر بی خود اسمش نیومده میگه حالا از اینجا فهمیدی قوت گرفتی مرحله بعدی ایمان عمق بعدی ایمان برای راه پیدا کردن به ملکوت و زندگی به ابدی به حیات جاودانی با من از یک راه دیگه میگذره که تو خداوند حیات رو بشناسی و این حیات رو منتقل کنی. اگر تو نتونی این حیات رو منتقل کنی، اگر مسیحیان نتونن این حیات خداوند رو منتقل کنن، مسیحیان رو افتاده هستن. از این کلیسا به اون کلیسا، از این سمینار به اون سمینار. نه، عین گدایانی که همینطوری بده بریم. نه؟ تو رو خدا بده. عین کورانی هستیم که نمیتونیم حیات رو منتقل کنیم خداوند آمد تا حیات خودش رو با ما تقسیم کنه آیا خداوند بیکار بود میخواست این کارو کنه میخواد ما رو شریک در ملکوت خودش کنه بیایید انسان را موافق از شبیه خود بسازیم تا بر ماهیان دریا پرندگان آسمان تمامی بهایم و حشرات حکومت کند قرار حیات خداوند رو اعلام کنیم ولی میدونی چی شده پشت در حیات موندیم پشت در حیات و انتقال این حیات به ضعیفان و کسانی که در تاریکی هستند موندیم هی پر میشیم هی پر میشیم برای خودمون داریم پر میشیم ملکوت خودمون رو میسازیم های خودمون رو میسازیم اصلا با خدای حیات کاری نداریم خداوند در قسمت بعدی و داستان بعدی میخواد یه کاری بکنه که من و توی ایماندار یاد بگیریم نه تنها خدای مهیا کننده رو بشناسی بلکه خدای حیات دهنده رو بشناسی خدایی که حیات میده خدایی که من و تو رو انتخاب کرده لایق دونسته تا به وسیله فیضش حیات او از طریق من و تو جاری بشه مخصوصا ایلیا رو میفسه میگه ایلیا بسه آیا این خدا نمیتونست همون نهر رو نگه داره تا این سه سال و نیم هم تموم شه ایلیا هم بغل اون نهر واسه خودش اونجا ماهیگیری هم بعضی مقابل کنه بکنه نمیتونست باید حرکت کنی به سمت ملکوت نمیتونی یه جا وایسی هر قسمتی که هستی یک درسی هست یک ساخته شدن هست یک تبدیل شدن هست اگر این تبدیل شدن رو یاد نگیری خب جلو نمیری ایلیا باید جلو بره ایماندار وفادار ایمانداری که بقیت وفادار هست باید جلو بره به سمت ملکوت خداوند حرکت کنه برای همین خداوند او رو در مرحله بعدی با خدای حیات دهنده آشنا میکنه میگه برو پلوی یک بی بزن داستانش رو میدونی من اصلا راجع به اون نمیخوام صحبت کنم ولی یک تیکایی داره خدای حیات دهنده میگه برو در شهری به نام صرفه در شهر صرفه این شهر رو تکرار میکنم میدونید اون شهر چیه داستان این شهر اینه مرکز پرستش بل هست پدر،, پدر ایزابل، پدر زن اخاب در اونجا کاهن این بل هست مرکز پرستش بل هست یکی دیگه از صفات بل این هست که او نه تنها تکثیر و باروری می کرد فکر می کرد این کارو میکنه بلکه می اون خدای حیات هم هست بل خدای حیاته میبینید هر جایی که تو رو میبره برای اینکه شریر و بودهای شیطان توسط تو شکسته بشه قرار هست در راه ملکوت که داری میری تمام بودهایی که دنیا داره میپرسته توسط زندگی من و تو شکسته بشه میره در اونجا چرا؟ در اونجا قرار یک اتفاقی بیفته در شهر صرفه قرار هستش که خدای حیات دهنده در کنار بوت بل که طرفداران زیادی داره خودش رو جلال بده و به تمام اون بوت پرستان بگه که من هستم خدای حیات دهنده من هستم خدای قادر مطلق در اونجا با یک پیرزنی آشنا میشه اون پیرزن زن داستانش رو میدونید ازش سوال میکنه آیا نانی داری و اون پیرزن شروع میکنه به زاری کردن و و بعد میگه من چیزی ندارم یه مقدار آرد دارم یه مقداری چوبی دارم و اینا میخوام برم برای خودم و پسرم یک نانی درست بکنم و بخوریم و بمیریم به هر حال کار به اونجایی میشه که دبه های روغن پر میشه برکت گرفته میشه پیرزن میبینه که خدای باروری بعل نیست در حال خداوند این داستان میگذره چند روزی خوشحال هستن چند روزی خوشخوشان هست جشن گرفتن همه چی عالیه نه اما قرار نیست من باز در این قسمت بمونم باز چون که زندگی من شهر آسمانی ملکوت خداست من هر جایی که هستم چه در خوشحالی و چه در شادی قرار یک اتفاقی یک کاری جلال خداوند از طریق زندگی من انجام بشه به خاطر همینه که خداوند کاری میکنه که فرزند تنها فرزند این پیرزن مریض میشه و میمیره پیرزن شروع میکنه شکایت کردن یادش میره که این خداوند چطوری روغنهای او رو پر کرده دبه های روغن او رو پر کرده یادش میره که برکت به او داده به ایلیا میگه که این چه کاری بود با من کردی ایلیا یک چیزی میگه میگه این پسر رو بده به من اون چی که گرفتی توی دستت و نگه داشتی به خدا نمیدی لحظش امروزه باید بدی به خدا تا خدا اون این مرده رو زنده بکنه برای تو این چیز چیه؟ عدم فهم, فهم روحانی از کارهای خداست مردن در ایمان خوش شدن در ایمان امروز روزی هستش که اگر واقعا این کلام رو شنیدی باید ایماندار و غیر ایماندار توبه بکنیم به خاطر اینکه خداوند و مذرت میخوام ببخش ما رو که نفهمیدیم چه کاری برای ما کردی. ایلیا اون پسر رو میگیره. به خداوند دعا میکنه. کلام میگه سه بار روی این پسر دراز میکشه. این عدد تکراری که هستش نشان دهنده اصرار و تاکید بر یک چیزیه. تو اعمال رسولان یادتونه یک رویای پتروس میبینه. و در اون رویا سه بار خداوند میگه بخور نه و پتروس هی مقاومت میکنه اون چه که خداوند سر راهت میگذاره رو بخور اگر در ایمان به خداوند هستی اگر با این خداوند داری راه میری و این پسر بلند میشه زمانی که این پسر بلند میشه شما با خدای حیات دهنده ای روبرو میشید که مایل هست حیات خودش رو از طریق شما که به او اعتماد کردید بر دیگران جاری بکنه به این دلیل هستش که ایلیا در این قسمت کامل هست امروز شما با دو کار عظیم خدا رو در زندگیتون روبرو میشید و خواهید شد تا آیندهتون رو نترسید از نگرانی هایی که دارید دلواپس نشید وارد بشید چون که خدا با ماست کیس بر ضد ما آمین <تص> باید که این خدا رو بشناسید امروز یاد گرفتید که عیسی که صاحب ملکوت و صاحب قدرت خدای قادر مطلق طبق متی 28 که میگفتش که تمامی قدرت در زمین و آسمان به من داده شده چرا وقتی که عیسی تمام قدرت در زمین و آسمان متعلق به اوست من باید بترسم چرا باید نگران باشم چرا نباید فکر کنم به ملکوت و فکر کنم مرتب به این که چه بخورم چه بپوشم چه بنوشم عیسی بعد از این که به شما رو من میکنه از این کار میگه به ملکوت خدا بیندیشید این برای شما اهمیت داره این به درد شما میخوره چون در ملکوت خدا همه چیز هست برای اینکه شما خدا رو بشناسید و زندگی حیاتی روحانی خدا رو دریافت کنید آمین به این دلیل همه احتیاجات تو رو او برآورده میکنه امروز من زمانی که این موعظه رو آماده میکردم از فهم ملکوت خداوند عاجز بودم و هنوز هم واقعا در این فهم عاجز هستم اما صحبت سر این هستش که ما راه رو پیدا کردیم میدونیم باید به کجا بریم فهمیدیم که چه اتفاقی در زندگی من و تو میفته تا خداوند میخواد از اون به خیریت ما به جهت زندگی و یادگیری در در او زندگی کردن و در ملکوت او زندگی کردن از ما استفاده کنه آمین ایسای مسیح به شاگردان خودش میگه تا مانند کودکان نشوید به ملکوت من راه پیدا نمیکنید خداوند ببخش اگه فروتن نبودیم بزرگترین مانع این که ما وارد ملکوت نمیشیم و باز میمونیم خداوند میاد و ما رو نمیشناسه اینه که ما در خداوند نه تنها زندگی نکردیم با او راه رفتیم اکثر ما ایماندارا داریم تقلید میکنیم زندگی نمیکنیم تقلید میکنیم چون دیگری یک کاری رو کرد من هم میکنم شاید مثل او بشم هر یادمون رفته که هر کدوم از ما یه سری عطایا داریم هر کدوم از ما ها یک سری عطایا داریم مراقب باشین این عطایا باید سمره بده سمره یعنی سیرت مسیح رو نشون بده بعضی از ماها هستیم مثل کلیسای قرنتوس میمونیم عطایا داشتن نبوت میکردن معجزات میکردن شفا میدادن نه شفا میدادن اما ثمر نداشتن پولس رسول به اونها چی میگه میگه نمیتونم به شما زیادتر از این بگم شیرخواره ای تنوس میخوام گوشت به شما بدم اون لغمه های روحانی اون کلام ملکوتو رو میخوام به شما بدم شما هنوز دنبال شفا و معجزه هستید مگه من ایسای مسیح روی صلیب برای من و تو رفت و خونش رو داد که مثلا اگر ایسا معجزه بکنه برای من من به ایسا ایمان بیارم او یک بار این کارو کرد ایمانمون ایمانمونم این کارو کرد از این به بعد قرار هستش که تمام زندگی من بشه مسیح مسیح در من و من در مسیح امید. نه مسیح در من و من در مسیح به خاطر همینم هستش که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم ما در مسیح هستیم یه هایی از مسیح خارج میشیم و راه خودمون رو میریم امروز روزی هستش که میخوایم از خداوند بخوایم دعا کنیم تا خداوند راه ملکوتش رو و فهم و درک این ملکوت رو برای ما باز بکنه میخوایم یه دعا بکنی؟ ایسای مسیح همونطوری که گفتم به شارگردان میگه تا مانند این کودکان نباشید به ملکوت راه پیدا نمی کنید خداوندا ببخش ما رو جاهایی که جاهایی که خداوندا ضعیفان قوم تو رو ما خداوندا ندیدیم جاهایی که خداوندا راههایی که تو به جهت ملکوت خودت برای ما باز کردی تا ما بتونیم وسیله باشیم وسیله حیات تو باشیم وسیله نجات تو باشیم خداوندا پیدا نکردیم گم شدیم خداوندا ببخش ما رو خداوندا اگر گم شدیم ببخش خداوندا اگر دور خودمون میچرخیم خداوندا ببخش اگر بر خلاف رومیان دوازده شونزه کارهای خودمون رو برای خود نمایی کردیم ببخش خداوندا اگر بر خلاف کار تو و بزرگتر از قدمهای تو برداشتیم ببخش خداوندا اگر تقلید کردیم تو رو زندگی نکردیم تقلید کردیم ببخش خداوند خداوندا عطایایی که به ما دادی به جهت بنای کلیسای خودت که باید سیرت مسیحی از ما دیده بشه خداوندا این سیرت در ما دیده نشد ببخش خداوندا که انقدر پر شدیم از کلام تو اما در عمل تو خالی تو خالی هستیم این دعا دعایی هستش که میتونی زانو بزنیم امروز از خداوند بخوایم خداوند ما رو ببخش به خاطر اینکه جاهایی فکر میکردیم خیلی بزرگ شدیم جاهایی فکر میکردیم خیلی دیگه میفهمیم حتی دیگه حرف شبان و رهبرانمون هم قبول نکردیم خداوند ببخش اگر تو ما رو برای هدف بزرگی آفریدی زندگی با خودت در حیات جاودانت اما این هدف تبدیل شد به مشکلات زندگی مشکلات زندگی ما رو رها نمیکنه خداوندا دعای ما برای اینکه ملکوت تو بیاید تبدیل شده به اینکه خداوند امروز نان روزانه‌مو چطوری به دست بیارم دعای من ایماندار تبدیل شده به اینکه امروز خداوند و اراده تا آنچنان که در آسمان است بر زمین کرده شود تبدیل شده به اینکه خداوند این مشکل مالی من چطوری از سر راه من برداشته میشه خداوند انقدر بار خودمون رو سنگین کردیم انقدر بارهای خودمون رو سنگین کردیم خداوند که دیگه نمیتونیم به تو فکر بکنیم روی صندلی های کلیسا میشینیم فکر چندین چندین چند جا هست خداوندا ببخش امروز اگر نمیتونیم خداوندا تو رو درست پرستش بکنی حتی زمانی که با اشتیاق داریم تو رو پرستش میکنیم به این امید هستیم که در پرستش تو بارها و با مشکلات ما رو برداری حتی زمانی که داریم تو رو پرستش میکنیم خداوند و دعا میکنیم و دستان خودمون رو به سمت تو دراز میکنیم نه به خاطر اینکه نام تو جلال پیدا کنه بلکه خداوند ملکوت خودمون ساخته شه ببخش خداوند اگر نتونستیم آنچه که تو برای ما کردی رو درک بکنیم امروز آمدیم اینجا خداوند میخوایم خداوند تو برای ما دعا کنی تا ایمان ما تلف نشه خداوند امرو دعا میکنم خداوندا که قلب هایی که اینجا هست رو تفتیش کنی خداوندا فکر هایی که اینجا هست رو تفتیش کنی خداوندا قلب فکر هایی که خداوندا انقدر مشغول هست که حتی یک کلمه از این موعظه هم حتی نشنید فقط حضور فیزیکی شو داشت خداوند امروز اجازه بده که خداوند این قلب اینها با توجه به همه این مطالب باز بشه این دانه کلام در قلب اینها بنشینه این خداوند زیرا که خداوند کار انسان نیست بلکه کار توست کار توست که خداوند این دانه که کاشته شد امروز به وسیله کلام تو دانه ملکوتی که کاشته شد درک ملکوت تو خداوند امروز باز بشه و من دعا می کنم خداوندا اگر امروز کسی هست که میخواد بیاد جلو و اینجا زانو بزنه و شبانان براش دعا بکنن خداوندا با قلب او صحبت کن خداوندا جلو بیاد خداوندا جلو بیاد و خداوندا بتونیم خداوندا تو از طریق شبانان به طریق خادمین دعای خودت خداوندا با اونها گفتگو کنی با قلب اونها گفتگو کنی خداوند اجازه بده که امروز با تو ملاقات داشته باشن خداوند اون صحنه هایی که تا دیروز داشتن اون فکر اونها خداوند با دعایی که شبانان میکنن امروز خداوند برطرف بشه من دعوت میکنم از شما جلو بیای تا براتون دعا بشه از آلبرت و کشیش نسیم میخوام برای دعا امرو میخوایم دعا کنیم که خداوند به ما درک و فهم ملکوت خودتو بده تشریف بیارید خداوند اینها قدم های ایمان رو برداشتن